به رغم تلاش‌های وابستگان نظام تا واپسین ساعت‌های منتهی به نشست سازمان ملل، جمهوری اسلامی در یک اجماع جهانی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد. سلام، من شلر حقانی‌فر هستم و این برنامه دیدگاه است. در قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که 29 کشور به آن رأی مثبت دادند، دلیل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری عنوان شده. نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن را لکه زشتی بر اعتبار این کمیسیون توصیف کرده و گفته بود که قطعنامه پیشنهادی کشورش پاسخی به صداهای جامعه مدنی در ایران و فعالان مدنی ایرانی در سراسر جهان است و برای حکومت ایران پیامدهای جهانی خواهد داشت. در میان کشورهای حاضر در نشست روز چهارشنبه سازمان ملل، 8 کشور از جمله چین، روسیه و پاکستان رأی مخالف داده بودند. در دیدگاه همراه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، نکات مهم نشست سازمان ملل را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن چه نتایجی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت. خانم امینی، بسیار ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه رو پذیرفتید. به عنوان پرسش اول میخوام از شما نظرتون رو راجع به خود نشست سازمان ملل بپرسم که نهایتاً منجر به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن شد. مهمترین نکته و اتفاق از نظر شما؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. مهمترین اتفاق در واقع خود این اتفاق بود، اتفاقی که برای اولین بار یک عضو کمیسیون مقام زن از این کمیسیون اخراج میشه. این خود این اتفاق به اندازه کافی اهمیت داره تا اینکه ما بخوایم حتی بررسی بکنیم که مثلا این کمیسیون چقدر مهمه، برای اینکه بازتاب سیاسی اون، بازتاب خبری اون در شرایطی که مردم ایران در تلاش هستن برای اینکه بتونن حقانیت خودشون و در واقع سلب اعتبار از جمهوری اسلامی رو به دنیا نشون بدن، این در واقع در جهت یک گام مثبت در جهت پاسخ گفتن به این خواست عمومی در ایران هست. بنابراین فارغ از این که ما بگیم کمیسیون مقام زن یک مقام مثلا اجرایی نیست، یک مقام تصمیم گیر نیست، بازتاب این اتفاق بسیار مهم هست و جدای از اون جمهوری اسلامی سالها با اینکه این کمیسیون یک مقام اجرایی و تصمیم گیر نیست، اما یک پلتفرم، یک موقعیتی که همیشه جمهوری اسلامی از اون استفاده کرده برای اینکه سفیدشویی بکنه تمام تبعیض‌ها و خشونت‌های سیستماتیکی که در ایران علیه زنان وجود داره و گزارش دهی و توجیه کردن و اینکه نقض حقوق زنان در ایران رو به اسم تفاوت فرهنگی به دنیا عرضه کردن از کارهایی بوده که همیشه در این پلتفرم ازش استفاده شده. بنابراین این فرصت، این دروغ پراکنی از جمهوری اسلامی گرفته میشه و این خودش حائز اهمیت. میدونیم که با تقریبا میشه گفت قاطعیت آرا هم اخراج شد جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. اون کشورهایی که مخالفت کردن، روسیه، چین، کشورهای مخالف، چه استدلالی داشتن و در مقابل موافقان چه پاسخی دادن به استدلال اونها؟ خانم امینی، این واقعا نکته مهمه که من بگم واقعا نماینده روسیه در سازمان ملل در مقام نماینده ولیفقیه جمهوری اسلامی ظاهر شد با سخنان قرایی که دقیقا تکرار سخنانی هست که ما همیشه از علی خامنه‌ای میشنویم و از در واقع دوروبری‌ها و طرفدارانش در ایران، اینکه دموکراسی غربی قرار نیست همه جا کارایی داشته باشه، اینکه این یک رأی سیاسی هست و از طرف دشمن هست و تمام اون حرفایی که نماینده روسیه میزد واقعا حتی بیش از سفیر ایران داشت تکرار میکرد سخنان ولیفقیه جمهوری اسلامی رو. بنابراین این یه وجه قضیه بود که در واقع این نشون میده این جبهه متحدی که پشت جمهوری اسلامی وایستاده نگاهشون نگاه مشترکی هست به اینکه اساساً غرب ستیزی رو بهانه‌ای قرار بدن برای سرکوب مردم خودشون. موضوع دیگه‌ای که شاید بشه
گفت سفیر ونزوئلا آغاز کرد و بقیه طرفدارانش از جمله سفیر چین دنبالش کرد، تاکید کردن بر این بود که این یک بدعت در سازمان ملل. حالا ببینیم این بدعت چیه. منظورشون این هست که ما یک قانونی از قبل، یک در واقع مقررات بروکراتیکی در سازمان ملل وجود داره در مورد نحوه پذیرش اعضا برای کمیسیون، و این انگار که وحی منزل هست و به خاطر این مقررات بروکراتیک حتی اگر یک کشوری روبروی مردم خودش بمونه، مردم خودش رو به کشتن بده و خیلی بالاتر از اون دستوری که همین کمیسیون برای اعضاش تعریف کرده، یعنی ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، دو تا موضوعی هست که این کمیسیون اصلا به خاطر اون تشکیل شده. اما یک کشوری اگر تمام اینها رو نقض بکنه، به خاطر اون مقررات بروکراتیک میگن شما اجازه ندارین این کشور رو بیرون بکنید. ببینید چقدر مسخره است واقعا. چه پاسخی گرفتن در مقابل از موافقان؟ بهترین پاسخ رو من میتونم بگم که اگر نماینده روسیه رو نماینده تام الاختیار علی خامنه‌ای در سازمان ملل ما دیشب دیدیم، نماینده کانادا واقعا نماینده مردم ایران، صدای مردم ایران بود، نماینده نبود، صدای مردم ایران در کمیسیون بود دیشب. ایشون برگشت دقیقاً گفت که شما نمیتونید به خاطر یک سنت که چیزی که بهش میگین بدعت نذارید، کشتار مردم ایران رو نادیده بگیرید. این کشوری هست که مردم و حقوق مردم مهمترین چیزن، ما به خاطر اونها اینجاییم. یعنی من فکر میکنم این مقابله این دو دیدگاه برای هر شنونده و بیننده منصف و بی‌نظری حتی بسیار معنادار بود. خب فکر میکنید چقدر متأثر بوده از تحولات 3 ماه گذشته خیزش ایران در اینکه دولت‌ها به اجماع برسن بر سر اخراج جمهوری اسلامی؟ من قبل از اینکه به سوال شما شلر جان جواب بدم باید تاکید بکنم، ببینید وقتی ما میگیم صدای مردم ایران، این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه تقریبا همه کسانی که در به طرفداری از اخراج ایران از کمیسیون صحبت کردن روی این موضوع سهه گذاشتن که ما داریم بازتاب خواسته های مردم ایران رو دنبال میکنیم. ببینید فعالان حقوق زنان سالهاست که دارن به این موضوع اعتراض میکنن، نه تنها به عضویت ایران در کمیسیون، بلکه حتی در به حضور ایران و گزارش دهی هایی که هر سال می رفتن در CSW و دروغی رو که مخابره می کردن به دنیا. من سال 2008 در نشست جانبی کمیسیون مقام زن سخنرانی کردم، به عنوان شاهد می تونم به شما بگم من تازه از طرف ایتالیا دعوت شده بودم به دلیل اینکه شما اگه قرار باشه که به از طرف ایران برید باید مورد تایید حکومت ایران باشید، اونها باید شما رو ارسال بکنن، و اونجا شاهد بودم کسان که از طرف ایران میان و حتی به نام جامعه مدنی میان، جامعه مدنی ایران نیستن، جامعه مستقل، صدای مستقل زنان ایران نیستن، اونها کسانی هستن که حکومت ایران به اسم جامعه مدنی معرفی میکنه ولی در واقع دست پرورده خودشون هستن، میرن تا سفیدشویی بکنن، تمام تبعیض‌ها، تمام خشونت‌هایی که از قانون تا اجرا تا فرهنگ تا هنجاری که حکومت پسند هست رو تایید بکنن و مهر تایید بزنن بر اونها. بنابراین این در واقع من بسیار خوشحالم که ایران دیگه، جمهوری اسلامی دیگه فرصت نخواهد داشت که خودش رو بیش از این به عنوان با دروغ به عنوان حامی حقوق زنان معرفی بکنه. اشاره کردید که این مسئله چیز جدیدی نیست، جمهوری اسلامی به اندازه عمرش میتونیم بگیم که زن ستیز بوده و اعمال محدودیت کرده علیه زنان، پس چرا اساسا عضو کمیسیون بوده؟ دقیقاً به این دلیل هست که باید بپذیریم دنیای غرب، همه کشورها منافع خودشون در اولویت هست. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت و حکومتی که ابلهانه منافع ملی خودش رو همیشه قربانی کرده، به نفع بسیاری از بازارهای اقتصادی دنیا بوده حضورش، یعنی حضورش به نفع این بوده که در بازار نفت نباشه، در بازار گاز نباشه، قیمت‌ها و شکست اقتصادی بسیاری از کشورها رو به این نحو جبران بکنه و تمام این مسائل در واقع ضررش به منافع ملی ایران برسه. اما امروز حضور مردم در خیابان، در واقع صدای غالبی که شما از کشور ایران دارید، چه در داخل و چه در خارج میشنوید، غیر قابل انکاره. شما وقتی 100,000 نفر در یک شهر جمع میشن و یک صدا میگن جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، نمیتونید دیگه این رو انکار بکنید. انکار این، انکار خودتون
خودمون هست، انکار همه ارزش‌های دموکراتیکی هست که بهش در واقع شعار میدید و که دموکراسیتون رو در دنیای غرب بر پایه اون قرار دارید. بنابراین دیگه دنیا نمیتونه انکار بکنه. بله، پاسخ سوال قبلی شما این هست که در 3 ماه گذشته صدای اعتراض مردم ایران چنان رسا بوده که دنیا دیگه نمیتونه خودش رو به نشنیدن بزنه. نهایتاً با توجه به توضیحاتی که دادید، الان که جمهوری اسلامی اخراج شده از کمیسیون مقام زن، چه اتفاقی قرار بیفته؟ این سوالی که افکار عمومی دارن میپرسن. ببینید، این یک قدم اول هست. همونطور که گفتم، اول این بلنگو از ایران گرفته شده، ولی یک امید زیادی برای مردم هست که بدونن به هر حال صداشون شنیده میشه و خواسته هاشون داره دنبال میشه. این نشون دهنده اتحادی هم هست که بین اپوزیسیون ایران برای اینکه بتونن کنار هم قدم بردارن، چون به هر حال هم کمیته حقیقتیابی که تشکیل شده و هم اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن به یک باره هم رخ نداده. گروه های بسیاری روی موضوع کار کردن، با هم همکاری کردن تا این اتفاق بیفته و خب این امید بخشه، بسیار امید بخش هست برای گام های بعدی. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد تا آخرین ساعت‌ها، شاید بشه گفت، که جلو اخراجش رو بگیره. به عنوان آخرین پرسش، خانم امینی، الان که اخراج شده فکر میکنین چه واکنشی داشته باشه؟ ببینید، متاسفانه جمهوری اسلامی تمام فشارها رو، چه در داخل کشور اگر با مردم خودش با اعتراض اونها مواجه بشه و چه در خارج از کشور، بسیار عقده گشایانه سر در واقع معترضان و سر مردم ایران خالی میکنه. ما از جمهوری اسلامی انتظار مماشات نداریم، انتظار عقب نشینی نداریم بر حسب سابقه ای که داره، اما به هر حال جمهوری اسلامی هم باید بدونه که دستش تهی تر از همیشه هست. مردم کنار هم ایستادن در داخل ایران و در خارج از ایران و این اتحاد جمهوری اسلامی رو وادار به کنار رفتن و در واقع در نهایت وادار میکنه که نه تنها از اخراج از مجامع بین المللی، که اخراج از حاکمیت ایران رو خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من شلار حقانیفر به همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.